در تناظر یک به یک میخوام اینا رو بگیریم با یه خط راست که پیوسته است. و الان کلمه پیوسته رو واسه این تعریف نمی‌کنیم، یعنی تو اون چیزی که تصویر روانی داریم از یه چیز کمیت پیوسته در واقع میخوام منظور کنیم، حالا هر چی هست. و در واقع کاری که می‌کردیم این بود که یه نقطه رو در نظر می‌گرفتیم به عنوان مبدا، یه نقطه رو به عنوان واحد، این فاصله رو می‌گفتیم واحد اندازه‌گیری طول. بعد هر پاره خطی که داشتیم وقتی قرار می‌دادیم یه سرش رو در صفر و یه سرش رو یه جای طرف راست، این طولی که به این رسد می‌دادیم می‌گفتیم بهش یه عدد می‌گیم، در واقع اعداد حقیقی اینها هستن. خب حالا به دلایلی معلوم شد که اینا هم کافی نیستن، یعنی ما همینطور که دیدیم اعداد گویا، اعداد صحیح، اینا کافی نبودن واسه بیان همه منظورها. معلوم شد که حتی اینها هم کافی نیستن برای بعضی منظورها، که حالا من نمونهشو میخوام بهتون بگم. یه مقداری بازسازی میخوام بکنیم تاریخو، ولی واقعیتش اینه که همچین چیز اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد این بود که مردم سعی کردن معادلات درجه 3 رو حل بکنن و به یه مشکلات بامزه‌ای برخوردن که حالا توضیح خواهیم داد. این مشکلات باعث شد که مفهوم عدد رو حتی برن فرای این، یا یه چیزی به عنوان اعداد مختلط و اعداد موهومی رو بیارن تو کار، که الان توضیح میدم چجوریه، حتی برای اینکه برسن به نتایج کاملا حقیقی و ملموس. ببینید همتون با معادلات درجه 2 آشنایی دارید دیگه، نمیدونم این دیگه راهنمایی یا دبیرستانه، ولی اگه همچین معادله‌ای به شما بدن x2 به علاوه ax به علاوه b مساوی 0، خب بخواید حلش بکنید میدونید چی میشه؟ x میشه منهای a به علاوه منهای a به توان 2 منهای 4 به درسته تقسیم بر 2. این را از خیلی سال پیش بلد بودید، درسته؟ ولی یکی از چیزهایی که احتمالا متوجه شدی اینه که هیچ وقت راجع معادله درجه 3 کسی چیزی بهتون نگفت. حالا فرض کنید یه معادله درجه 3 داریم به این شکل x به علاوه، حالا x به علاوه فرض کنید ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی 0. اینو چجوری حل کنیم؟ ببین من ضریب x رو 1 گرفتم به خاطر اینکه میتونستم ضریب اینم یه چیزی بذارم، ولی میتونیم تقسیم بکنیم برای ضریب همیشه. اگر 0 باشه که خب میشه معادله درجه 2، میاد درجهش پایین‌تر. اگه 0 نباشه تقسیم میکنیم برای اون ضریب، همیشه ضریب جمله بالا رو میتونیم بگیریم 1، فرقی نمیکنه دیگه، برای یه ثابت تقسیم بکنیم ریشه‌ها که عوض نشه. حالا یه چنین معادله‌ای رو چجوری حل کنیم؟ ببین از قدیم تو برنامه مردم بوده، چون خیلی مسائل که مطرح میشد منجر میشد به اینکه یه معادله درجه 3 حل بکنه، همینطور که خیلی مسائل منجر میشد به اینکه معادله درجه 2 حل کنه. خب اولین کسی که یه نوعی حل کرده اینا خیام بوده، که در واقع یه جوری راه حل هندسی ارائه داده. راه حل هندسی که ارائه داده به این صورت بوده که در واقع گفته همه اینها ریشه های اینا را میشه از نظر هندسی اینجوری تجسم کرد که محل تقاطع دو تا مقطع مخروطی. مقطع مخروطی یعنی چیزایی مثل دایره و بیضی و سهمی و حلزونی، و رده بندی کرده. چون اون زمان ها اعداد منفی رو هم به رسمیت نمیشناختن، مثلا رده بندی کرده دیگه. مثلا فرض کنید که این رو مثلا x به علاوه 2x مساوی 3 رو همیشه ضریب و مثبت میگرفتن، نمیورده همه چیز یه طرف. مثلا بعدا این فرض کنید با این دو تا معادله مختلف میگرفته کاملا، برای هر کدوم یه راه حلی راه داره، یه رده بندی مفصلی داره و مثلا رسیده به اینکه به هر حال یه راه حلی ارائه داده واسه اینکه مسئله رو تبدیل بکنه به یه مسئله هندسی، و گفته که خب اینا اگه بخوام بدونیم مثلا میتونیم یه چنین اگه دستگاهی داشته باشیم که بتونه سهمی رسم بکنه یا حلزونی رسم بکنه یا بیضی رسم بکنه، با رسم اینها میشه ما به اون اعداد که جوابای این ریشه هستن برسیم. و در واقع این کارش به نوعی میشه گفتش که مقدمه به وجود آمدن هندسه تحلیلیه، یعنی ارتباط برقرار کردن بین جبر و هندسه. ولی راه حلی برای راه حل جبری، یه فرمول جبری برای ریشه ها ارائه نکرد. در واقع کشف یک فرمول مثل این برای ماده درجه 3 میاد به قرون وسطا، در واقع قرن فکر کنم قرن 16 هم توی ایتالیا،
شخصی به نام تارتالیا اقلا یکی از کسانی که اینو کشف کرده، فرمولش رو کشف کرده، هرچند که فرمولش معروفه به فرمول کاردانو، به خاطر اینکه کاردانو که دوستش بوده این فرمول رو بهش میده با این قول که اینو به کسی فاش نکنه، ولی او فاش میکنه، یعنی هم راه حل اونو هم راه حل درجه چاره که یه شاگردش پیدا کرده بوده، هر دو اینا رو توی کتاب خودش چاپ میکنه و معروف میشه به فرمول کاردانو، ولی در واقع الان تارتالیا کشف کرده. حالا اینو میخوام توضیح بدم براتون چجوریه و چجوری منجر میشه به این که ما مجبور میشیم اعداد رو توسعه بدیم از اعداد حقیقی، بریم فرای اعداد حقیقی. ببینید، اولا هر معادله درجه سه داشته باشیم مثل این، میشه یک کاری کردی کم ساده ترش کرد و اون این است که میشه این ضریب درجه دو رو از بین برد. شما اگه مثلا x رو بنویسید، فکر کنم تی منهای یک سوم این ضریب آ سوم، یه همچین جایگزینی انجام بدید، میبینید که ضریب جمله درجه دو از بین میره. چرا؟ چون اگه اینه به توان سه برسونید چی میشه؟ میشه تی سه منهای چی؟ سه برابر مجذور این در این، یعنی میشه چقدر؟ میشه منهای آ تی دو به علاوه حالا هر چی، بقیه شو کاری ندارم چی میشه. اینجا چی میشه؟ میشه آ ضرب در ایکس دو. ایکس دو چی توش هست؟ تی دو هست، حالا چیزای دیگه هم هست، حتی به دردمون نمیخوره، دو آ سوم به علاوه چهار، یعنی آ دو نهم. بعد جملات دیگری هم هست، درسته؟ حالا این اگه شما نگاه بکنید ببینید که این منهای آتی دو با منهای آتی دو به علاوه آتی دو میره و چیزهایی که باقی میمونه همه از درجه چی هستن؟ اینجا هم یه تی من جا انداختم. چیزهایی که باقی میمونه درجه یک و مقدار ثابته. حالا این رو برای به خلاصه مثلا نشون بدیم به پی تی و علاوه کیو. سنتا معادله رو اینطوری می نویسن. پس در واقع ما یه چنین معادله‌ای رو میخوام حل بکنیم. ببین اگه این معادله رو حل بکنم، هر معادله درجه سه رو میتونم حل بکنم. نمی‌بینی؟ خب چرا؟ من چیکارش کنم؟ ببینید اینجا اگر صدا که میاد، ولی اون طرف که نشستید من در مورد نورش برای کار نمید، اگه خاموش بکنیم هیچی نمیبینید. بین این هست که یه چیزایی رو ببینید یه چیزایی نه، هیچی رو نمیبینید. حالا این من نمیم چرا اینجا قرار بود که ما تغییر تالار بدیم، چون اینجا گفتن جا هست و نمیم چرا بر صورت این چیش شما نمیبینید. اینجا شد تی سه به علاوه پی تی به علاوه کیو. پی و کیو دوتا ضریب هست. کاری که کردیم بود یه معادله کلی که در نظر گرفتیم به این شکل با یه تغییر متغیر سادهی که ایکس رو نوشتیم تی منهای آ سوم، تبدیلش کردیم به یه چنین معادله. یعنی اگه چنین معادله رو بتونیم حل بکنیم، هر معادله رو میتونیم حل بکنیم دیگه، چون کافیه به جای تی هر چی شد به آ سوم اضافه کنیم میشه ایکس. درسته؟ خب حالا اینا میخوام بگیم چجوری حل بکنیم. ببین واقعا سالها زحمت کشیدن، هم شاید ده ها صد ها راه مختلف کوشش کردن، بیشترش منجر به شکست شد، بالاخره یه راهی پیدا کردن واسه حلش کلی. حالا من این راه هم قطعا نمیتونم همه این سالهایی که گذشته اینجا بیام تکرار بکنم، همه اتفاقاتی که افتاده تکرار کنیم، ولی به هر حال یه راه حلی که ما میدونیم به نتیجه رسیده. من واسه تون میگم نگید از کجا آمده، از اینجا آمده که مردم خیلی راه های مختلف رفتن به نتیجه نرسیده، بالاخره یکیش به نتیجه رسیده. یعنی باید به هر حال یه مقداری آزمون و خطا کرد تا به هر حال یه روشنایی در پس این ظلمات دید. به هر حال یه راهی که به نتیجه رسونده اینه. اومدن گفتن که فرض کنید، حالا اینو در واقع گفتم یه مقداری هم ممکنه تحریف تاریخ توش باشه، ولی راه حل ساده ترین راه حلی که الان فعلا موجوده میخوام براتون یه جوری بازگویی کنم انگار که این اتفاق افتاده، ولی این اتفاق به سادگی به این اتفاق نیفتاده، خیلی طول کشیده. اومدن گفتن که حالا فرض کنید که ما این تی ما که جواب اینه،
خودش رو به صورت مجموعه دو تا چیز بنویسیم که هر دو تا اینا فعلا نامعلومن. یووه. حالا ما می‌خوام ببینیم چجوری می‌رسم به نتیجه. من این تی رو می‌نویسم یووه به علاوه و. ایرادی که نداره. یه متغیر تی دارم نوشتم یووه به علاوه و. این چیز نامشروعی نیست. جایگزین می‌کنم ببینم چی میشه. تی رو بذارید یووه به علاوه و جایگزین کنید ببینید چی در میاد این معادله. خب میشه یووه به علاوه و به توان 3 به علاوه پی ضرب در یو به علاوه و به علاوه کیو مساوی 0. خب اینو بازش کنیم چی میشه؟ یه یو به توان 3 دارید، یه وی به توان 3 دارید. خب 3 برابر یو دو وی دارید، 3 برابر یو وی دو هم دارید که یه 3 یو و ازش فاکتور بگیریم من یه دفعه می‌نویسم میشه یو به علاوه و. درسته؟ این کلا میشه این. اینجا هم دارید پی یو به علاوه و به علاوه Q مساوی 0 که یه ذره دیگه هم بازنویسیش کنیم میشه U3 به علاوه V3. این U به علاوه V هم فاکتور بگیرید میشه 3 U V به علاوه P ضرب در U به علاوه V به علاوه Q مساوی 0. حالا یه U V پیدا بکنید که در این معادله صدق بکنه، جمعشون میکنید U به علاوه V در معادله اول مصدق. ولی خب شما به این معادله نگاه میکنید میبینید که آقا این یه معادله است با دو تا مجهول، معمولا بی نهایت جواب داره یه همچین چیزی. منتها این بی نهایت جواب خیلی هم راحت نیست بخواید پیدا بکنید. مثلا اگه خودتون به دلخواه یورو بشی عددی بدید، مثلا یورو بذارید 1، بعدا بخواید وی رو پیدا بکنید میشه یه معادله درجه 3 بر حسب وی. یعنی به سختی همون مسئله اولتون میشه که یه معادله درجه 3 پیدا کنید. حالا یه راه زیرکانه تر باید پیدا کرد. اینجاست که این ابتکار جالب پیش اومد. کار زیرکانه که کردن این است که گفتن خب درسته این بی‌نهایت جواب داره، ولی ما اگه یه رابطه دیگه هم بین یو و منظور بکنیم میشه دو تا معادله دو مجهولی، شاید اونو بتونیم حل بکنیم و یه جواب معقولی برسیم. و معادله دومی که در نظر گرفتن چیزی است که باعث ساده شدن این میشه. چیکار کردن؟ گفتن که خب ما این جمله زشتی که اینجا هست و خیلی به نظر میاد مزاحمه، اینو مساوی صفر قرار میدیم. اون خودش یه رابطه بین یو و میشه دو معادله دو مجهولی، شاید اینو بشه حلش کرد. خب حالا این کارو کردن، پس به این اضافه کردن چی رو؟ یه معادله دیگری، یعنی 3 یو و به علاوه پی مساوی صفر. حالا ببین الان دو تا معادله داریم دو مجهولی، یه امیدی هست که بتونیم به یه جواب معقولی برسیم براش. حالا نگاه کنید میبینید خب اینو بذارید صفر، کل این جمله از بین میره. درسته؟ میشه چی؟ میشه یو سه به علاوه وی سه مساوی چی؟ میگه به علاوه کیو یا مساوی منهای کیو. کیو رو ببرم اون و این طرف چی میشه؟ این طرف پی رو بیارید این طرف تقسیم بر سه کنید به توان سه هم برسونید که همش بر اساس یو سه و وی سه باشه، میشه یو سه وی سه مساویس با منهای پی سوم به توان سه، میشه منهای پی به توان سه تقسیم بر 27. بله چیه؟ این فرض چیه؟ نه ببینید من دست خودم میگم بی نهایت این قاعدتا باید جواب داشته باشه دیگه. درسته؟ ولی اگه یه معادله دومی هم داشته باشم معلومه بیشتر معادلات درجه دوم، بیشتر معادلات دومی که بنویسید ممکنه منجر به جواب بشن. یه معادله میگیریم که کار ساده کنه و اینم هیچ چیز اتوماتیکی نبوده، اینم جزء ابتکاراتی است که به کار بردن. الان معلوم نیست حتما ما به جواب برسیم، داریم میریم به جلو ببینیم به کجا میرسیم. یه نوع ماجراجویی ریاضی الان. خب حالا ببینیم چی میشه. ببین این ولی الان امیدوار کننده است. نگاه کنیم، شما یو سه رو دارید و وی سه مجموعش دارید، حاصل ضربش هم دارید. خب اینجا برمیگرده به ریاضی دبیرستانتون. شما اگه مجموع و حاصل ضرب دو تا چیز داشته باشید یه معادله درجه دو میتونید بنویسید که پیداشون کنید. پس یو سه و وی سه میتونن جوابای یه معادله باشن. درسته؟ یه معادله درجه دو بنویسیم. مثلا چی بنویسیم؟
مثلا بریم خب مجموعشون میشه این، پس میشه معادلتون x2 منهای مجموع، یعنی به علاوه چی؟ به علاوه q x، درسته؟ به علاوه حاصل ضرب. حاصل ضرب اینا هم شده چی؟ منهای پی 3 27 مساوی 0. جواب های این باید یو 3 و وی 3 باشن، درسته؟ خب این جالبه، اگه ما این جواب رو یو سو وی سو پیدا کنیم، از هر کدومشون ریشه سوم میگیریم، یو و به دست میاد، یو و جمع میکنیم میشه تی، معادله حل شده. خب بزن بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. خب این معادله درجه دو رو که بلدیم حل بکنیم، معادله درجه دومون جوابش چی میشه؟ ایکس میشه منهای این، منهای کیو به علاوه منهای کیو دو، منهای چهار برابره، یعنی چهار بیست و هفتم پی سه. تقسیم بر دو. من واسه که هر دفعه اینم ننویسم میخوام یکم خلاصش کنم. این عبارت هر دفعه ننویسم چون زیاد بکارم، به دلتا نشون بدم مثلا. خب پس یو سه و وی سه عبارتند از چی؟ منهای کیو به علاوه رادیکال دلتا دوم و منهای کیو منهای رادیکال دلتا دوم. یکیشون این میگیریم، یکیشون اون. خب اگه ریشه سوم اینا رو بگیریم میشه یو و جمع بکنید با هم میشه تی، درسته؟ پس تی باید چی بشه؟ تی میشه جواب معادلت، قاعدتاً باید بشه چی؟ ریشه سوم این برابر ریشه سوم این، یکشون یو یکشون وی، هر کدوم خواستین اسمش رو بزنین یو، هر کدوم خواستین اسمش رو بزنین وی، درست میشه ریشه سوم منهای کیو به علاوه، میخواد دلتا رو مقدارش بذارم که یادمون نرفته باشه، کیو دو به علاوه چهار بیست و هفتمه پی سه دوم، این زیر رادیکاله، به علاوه چی؟ ریشه سوم همین با علامت منها، اینجا منهای کیو منهای رادیکال کیو دوه به علاوه چهار بیست و هفتمه پی سه دوم. این میشه فرمول حل معادله درجه سه. همین بهش میگم فرمول کاردانو. خب حالا ببین ظاهرش یه کار موفقیت آمیز بود دیگه، حل کردیم رفتیم جلو، یک شگردی رو در واقع آزمایش کردیم که معلوم نبود از اول به نتیجه میرسه، ولی ظاهرا به نتیجه رسیده دیگه، چون تونستیم یو وی مناسبی پیدا بکنیم، جمع بکنیم، جمعش باید بشه معادله ریشه معادله درجه سه. خب حالا ولی یه ذره روی آزمایش بکنیم به یه مشکلاتی برمیخوریم که حالا میخوام بهتون نشون بیام. یه معادله درجه سه بگیریم حل کنیم ببینیم از این راه ببینیم به نتیجهش میرسیم. ببینید این بر ببینید ما ظاهرش این است که ما یه جواب به دست میاد. حالا مشکلات این است که مثلا یه معادله درجه سه رو ما انتظار داریم معمولا سه تا جواب داشته باشه مثلا. خب این که یه فرموله، مثلا در حالت درجه دو ما به علاوه و منها داشتیم، اینجا هیچی نداریم، چجوری میشه این سه تا جواب بده؟ آره بین این جوابا یک
تبعیضی هست نیست. حالا بهترین کاری که آزمایش کنیم ببینیم چی میشه. ببینیم اصلا میتونیم معادله درجه 3 رو واقعا حل کنیم اینجوری یا نه. خب توی کتاب دو تا مثال حل شده. من اینجا یه مثال سوم میخوام براتون در نظر بگیرم. بعد خب ببین ولی نه نکته این است که در شما وقتی که ماده درجه 2 رو حل میکنی اینجا میبینید که ممکنه زیر رادیکال منفی بشه بعد جواب حقیقی نداره. سوال اینجا ببینه اینجوریه، سوال اینجا یه ذره پیچیده تره و اون این است که خب ریشه سوم که ما داریم واسه همه اعداد، ولی داخل ریشه سوم یه رادیکال هست، توی این رادیکاله ممکنه منفی بشه. حالا اگه یه دونه رادیکال بود که منفی بود میگفتون خب ریشه حقیقی نداره. حالا اگه هر دوتا این دوتا رادیکال مثل همن، اتفاقی که میفته این است که دوتا رادیکال میتونه باشه که زیرش منفی باشه ولی با این حال مجموعش حقیقی بشه. یه حال اتفاقی کاری که میخوایم بکنیم در واقع اینه که ببینیم داستان چجوریه و نه تنها اون، بلکه خواهیم دید که اینکه ظاهرش اینه که یه معادل است یه جواب میده ولی هر سه تا جواب هم میده اگه سه تا جواب داشته باشه. حالا چجوری یه داستانی داره که بشه باید بحثشو بکنیم و برسیم بشه. بذار من یه مثال براتون در نظر بگیرم، سعی کنیم این مثال حل کنیم. گفتم دو تا مثال دیگه هم توی کتاب هست، اونا رو هم نگاه کنید. اینا هر کدوم اینا با هم یه ذره فرق دارن ولی همشون در واقع گویای یه چیزه. این معادله رو در نظر بگیرید، تی به توان 3 میگم اینجا چیزی نوشتم یادم نره. منهای 3 تی به علاوه رادیکال 2 مساوی 0. من میخوام این معادله رو حل کنم. خب از راه فرمول کاردانو رو حل کنم. خب ببینید چجوری میشه. ظاهرش کاری نداره، باید فقط جایگزین کنیم دیگه. خب بیایم جایگزین کنیم چون این خیلی مفصل پیچیده است. اول دلتا رو حساب کنیم. دلتا اینجا بنویسیم. خب اینجا دلتا چی میشه؟ خب دلتا هست کیو دو به علاوه 4/27 پی 3. خب توجه بکن اینجا پی و کیومون چیه؟ پیمون هست منهای 3 درسته؟ کیومون هست چقدر؟ رادیکال 2 درسته؟ چون ما شکل کلی رو این گرفتیم، تی 3 به علاوه پی تی به علاوه کیو درست؟ پی ما میشه منهای 3 در اینجا کیون میشه رادیکال. خب دلتا پس چی میشه؟ دلتا میشه کیو دو یعنی 2 به علاوه 4/27 مکعبه. مکعب منهای 3 میشه منهای 27، پس میشه منهای 4/27 27 در میاد منهای 2. خب این یه ذره ناامید کننده است نه؟ چون این رادیکال ها این جذر ها زیرشون منها شد. خب بذار اینجا بنویسم به طور کامل. خب جوابی که پس به دست میده این معادله چی میشه؟ جوابی که این میده از ریشه سوم اینجا داریم 2 تو صورت منهای کیو یعنی منهای رادیکال 2 به علاوه رادیکال منهای 2 به علاوه ریشه سوم 2 اینجا منهای 2 منهای رادیکال منهای 2 همچه چیز چیه؟
آها اینجا رادیکاله. خیلی خوب، این الله یک کمی بامزه، یعنی معلوم نیست یعنی چی. ببینید این رادیکال منهای دو داره، اینجا هم رادیکال منهای دو داره. ممکنه اولش آدم بگه خب این ریشه حقیقی نداره، ولی این واقعا ریشه حقیقی داره. ببینید این معادله، هر معادله درجه سه بگیرید حتما ریشه حقیقی داره، درجه فرد بگیرید. مثلا در خود اینجا یه ذره نگاه بکنید ببینید چیه ریشهش، میتونی حدس بزنی یه ریشه براش؟ رادیکال دو، رادیکال دو رو به توان دو نه منهای رادیکال دو یا دو رادیکال دو، اگه رادیکال دو رو به توان سه برسونی میشه دو رادیکال دو، با این میشه سه رادیکال دو، با این میره، درسته؟ پس اصلا به نظر میاد یه ریشه داره، نه؟ پس سوال اینجاست که پس ریشه یه تی مساوی رادیکال دو چگونه به دست میاد؟ خب نه تنها این، شما یه ریشه رو که بتونید حدس بزنید بقیه ریشه رو هم میتونید به دست بیارید، چون میتونید تی منهای اون ریشه رو برای اون تقسیم بکنید، یه معادله درجه دو به دست میتونم حل میکنید. خب کاری نه، اینجا مثلا معادلاتون بوده چی؟ معادلاتون بوده تی سه منهای سه تی به علاوه رادیکال دو. شما الان میدونید که این یه فاکتور تی منهای رادیکال دو باید داشته باشه، چون که رادیکال دو یه ریشه شه، درسته؟ خب بقیهش هم میتونید تکمیل بکنید. اینجا باید چی داشته باشیم؟ اینجا باید یه تی به توان دو داشته باشیم که در این ضرب بشه تی سه. اینجا منهای رادیکال دو تی دو، اینجا تی دو نداریم، پس اینجا باید چی داشته باشیم؟ اینجا پس اینجا باید رادیکال دو تی داشته باشیم، درسته؟ که در این ضرب بشه میشه رادیکال دو تی دو، با این بره، درسته؟ جمله ثابتمون اینجا رادیکال دو، اینجا منهای رادیکال دو، اینم باید منهای یک باشه، درسته؟ پس این فاکتور گیریش هم میتونیم بکنیم. خب این فاکتور گیری بکنی، خب اینو مساوی صفر قرار بدی این ریشه به دست میاد، اینو مساوی صفر قرار بدی چی به دست میاد؟ اینو مساوی صفر قرار بدیم تی میشه چی؟ تی میشه منهای رادیکال دو به علاوه منهای مجذور این که میشه دو، منهای چهار برابر این، پس میشه به علاوه چهار تقسیم بر دو. دو تا ریشه دیگه به دست اومد، پس اینا شد منهای دو به علاوه منهای رادیکال شیش دو. خب به نظر میاد با حدس و گمان ما تونستیم سه تا ریشه به دست بیاریم، ولی این فرمول کاردانو که اینقدر ظاهر مشعشعی داره هیچ ریشه به ما نمیده. این جریان چیه؟ اشکالی داره؟ خب حالا بذارید مثلتون بگیم چجوریه، اینا هیچ ناسازگاری با هم نداره. من این عبارت رو میخوام بگیرم که ظاهرش بیمعنیه، چون که ما داریم جذر یه چیز منفی. خب اینا رو میخوام بگیرم باش یه ذره عملیات جبری انجام بدم به نحوی و ببینید که اینا رو میشه سادش کرد یه جوری که تبدیل بشه یه چیز معنیدار. حالا توضیح میدم. خب یه لحظه فرض کنید که این رادیکال منفی ها چیزای بی‌معنی نیست. فرض کنید یه جوری یه کسی بتونه بهش معنی نسبت بده. بزرگترین مشکلی که بوده اینه که خب ما اصلا رادیکال منها رو چی میخوام بهش نسبت بده؟ معنی داره؟ چیه که در خودش ضرب بشه بشه منفی؟ هیچ. بنابراین مردم اینو نمیپذیرفتن به عنوان یه چیز مشروع. ولی حالا یه لحظه فرض کنید که اینا یه معنی داره. مثلا فرض کنید این رادیکال منهای یک یه معنی داره. یه فرض کنید معنی داره. فرض کنید معنی دارد و از قوانین معمول جبری تبعیت میکند. ببینید ما از این کارا زیاد میکنیم در کارهای علمی، در چه کار ریاضی چه فیزیک چه اصولا کارهای علمی، یعنی معمولا یه چیزی که ممکنه معنی نداشته باشه باشه یه سری آزمایش و در واقع ماجراجویی میکنن، بعد اگه دیدن به یه چیز معنی داری میرسن سعی میکنن یه معنی پیدا کنن براش، میگن شاید یه معنی بوده ما نمیدونستیم، حالا میتونیم واسش معنی پیدا کنیم. بذار اینجا همینطور میشه. اتفاقی که میفته اینه که الان فرض کنید این در واقع یه چیز مشروعیه. خب ما اینجا رادیکال منهای دومون رو میتونیم چطوری بنویسیم؟ پس رادیکال منهای دو رو میتونیم بنویسیم رادیکال دو
ضرب در رادیکال منهای یک. اگه از قوانین معمولی جبری تبعیت میکنه، دو تا رادیکال در هم ضرب بکنیم، اون داخل رادیکال در هم ضرب بکنیم. اگر حالا ما فعلا داریم گفتم یه آزمایشی میکنیم. خب در اصل کلی دو اینج رادیکال دو اینج پیدا میشه، شاید بتونیم سادهش کنیم. ببینید این تی ما در میاد چه شکلی؟ تی ما در میاد ریشه سوم، اینو من می‌نویسم رادیکال دو در رادیکال منهای یک. یه رادیکال دو اینجا دارم، یه رادیکال دو اینجا دارم، یه دو اینجا دارم. کلا سادهش میکنم به منهای یک به علاوه رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. این عبارت اولم درسته. همه چیزی میخوام تبدیل بکنم به یه چیزی که تنها جمله عبارت بی‌معنی توش رادیکال منهای یک باشه. بعدم ببینم چیکار میکنم با رادیکال منهای یک. بعدن جمله بعدیمون میشه ریشه سومه، اینن همین، فقط اینجا یه منها دارم، پس میشه منهای یک، منهای رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. خب یه ذره ظاهرش قشنگتره چون همه یکه، بیشترش یکه به جای دو. حالا ذره جالب. خب حالا این چی؟ ببین شما یک کارایی میکردین تو دبیرستان. خب یادآوری کنم، مثلا خیلی وقتا اگه یه همچی عبارتی داشتید، مثلا ریشه سوم آ به علاوه ریشه سوم ب، شاید مثلا میشد سادهش کرد. یا حالا از اون بگذریم یه کار دیگه بگم. من بدون اینکه زیاد مقدمه چی کنم، میتونم یه مقداری مقدمه چی کنم، یه 10 دقیقه توضیح بکنم، ولی مثلا یه آزمایش دیگه که داریم، همه کارمون آزمایشی فعلا داریم، در واقع ببینیم چی کارا میشه کرد. بذار من اینو بگیرم. اگر این رادیکال منهای یک از قوانین معمولی جبری تبعیت میکنه، اگر میکنه، این به توان سه چی میشه؟ به فرض اینکه رادیکال منهای یک از قوانین معمولی جبری تبعیت بکنه، این عبارت به توان سه چی میشه؟ خب یه به توان ما بلدیم دیگه، اتحاد درجه سه اینا بلدیم، میتونیم ببینیم چی میشه. تو مخرج میشه چی؟ مخرج میشه دو رادیکال دو، درسته؟ صورت چی میشه؟ به توان سه که میرسونید میشه مکعب این میشه یک، درسته؟ به علاوه حالا این به توان سه چی میشه اگه از قوانین من میشه منهای رادیکال منهای، این میشه منفی رادیکال منفی یک، درسته؟ به توان سه برسه، چون دو دفعه که ضربش ضرب بشه میشه منهای یک، بعد میشه بعد سه برابر مجذور این در این میشه سه برابر رادیکال منهای یک، بعد سه برابر این در مجذور این، مجذور این که میشه منهای یک، ضرب در این میشه منهای سه، درسته؟ خب این آزمایش ادامه بدیم یه ذره ببینیم ساده میشه. یک و منهای سه میشه منهای دو، منهای رادیکال منهای یک به علاوه سه رادیکال منهای یک میشه دو رادیکال منهای یک تقسیم بر دو رادیکال دو. این دو رو هم بزنید میشه چی؟ میشه منهای یک به علاوه رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. خب حالا نگاه کنید این چیه؟ این دقیقا اینه. خب این همش بازیه ها، ما فعلا معنی به اینا اطلاق نکردیم، ولی اگه قوانین جبری معمولی برقرار بشه به یه همچین چیزی میرسیم دیگه. خب حالا برای این هم کار مشابه میشه کرد. شما در واقع همین آزمایش انجام بدید، این دفعه با یک منهای رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو به توان سه. من اینو میذارم خودتون جزئیات چه انجام بدید، میبینید در میاد دقیقا این یکی، در میاد منهای یک منهای رادیکال منهای یک
تقسیم بر رادیکال دو. چه؟ منهای یک به علاوه رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. خب چیه؟ بله؟ خب اصلا رادیکال ما که نمی ما که هر روز معنی به واسش زیاد قائل نشدیم، ولی حداقل انتظاری که از رادیکال هر چیزی داریم اینه که اگه به تباین دو برسه بشه همون چیز دیگه. اصلا رادیکال یعنی همون جذر یعنی چی؟ نه ببین، نه اون در صورتی است که درست میگی شما، ولی اگر شما داری میگی که من رادیکال منهای یک رو ضرب کنم، در رادیکال منهای یک داخله رو در هم ضرب میکنم میشه رادیکال یک، ولی من دارم فرض میکنم که رادیکال منهای یک یه چیز مشروع. درست میگی، یعنی بستگی داره چجوری میخوام تعبیر بکنی. من یه مقدارش دارم جدید تعبیر میکنم، یه مقدارش قدیم، ولی دارم فرض میکنم میشه یه با همچین بازی کرد. حالا بعدا درستش میکنیم. خب حالا نگاه کنید، اگه این درست باشه، معنی داشته باشه، من میتونم اینا رو جایگزین کنم. ببینید چی میشه اگر جایگزین کنم. ریشه چون به توان سه برسه میشه این، ریشه سومش میشه چی؟ ریشه سومش میشه منهای یک به علاوه رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. درسته؟ و ریشه سوم این چی میشه؟ ریشه سوم این میشه منهای یک منهای رادیکال منهای دو تقسیم بر رادیکال دو. چیه؟ این شد منهای یک به توان رادیکال منهای یک. چیه اینجا ممکنه اشتباه کرده باشم؟ بذارید دیگه نگاه کنیم. این یک بود. او ببخشید، یک بود. آره این دوتا یک. این عذر میخوام، این یک بود، اینم یک بود. درست. خب حالا نگاه کنید اینا رو با هم جمع کنید چی میشه؟ اینجا داریم رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو، اینجا داریم منهای رادیکال منهای یک تقسیم بر رادیکال دو. برابر این چیز مشکوک ما رادیکال منهای یک مولا هر چی بوده اصلا حذف میشه. انگار میمونه چی؟ میمونه یک تقسیم بر رادیکال دو به علاوه یک تقسیم بر رادیکال دو که میشه رادیکال دو. خب یه ذره یک سوم موفقیت داشتیم با یه بازی های که مشکوکی رسیدیم به رادیکال دو، ولی اون دوتا ریشه دیگه هنوز نیست. سوال؟ ما گفتیم فرض کردیم که قوانین معمولی جبر برقراره، اتحاد توان سه رو به کار بردم. نوشت ها؟ ببینید اگه اینو اگه یک کسر داشته باشیم به توان سه برسونیم، صورت رو به توان سه برسونیم، مخرج رو به توان سه برسونیم دیگه. مخرج رو به توان سه برسونیم میشه این، صورت رو میخوام به توان سه برسونیم. فرض داریم میکنیم که قوانین عادی جبر برقراره، فرضه. خب میشه مکعب این به علاوه سه برابر مجذور این در این به علاوه سه برابر این در مجذور این به علاوه مکعب این. چطور هیچ جزء چیزای مرموزه، یعنی مرموزه از این نظر که من حالا دلیلشو یه جلسه صبر بکنین روز دوشنبه دلیل خیلی هندسی قشنگی واسش میتونم بگم. من الان بخوام برم باید بیراهه برم یه 20 دقیقه توضیحات بدم که واقعا زیاد کمک نمیکنه. من فعلا فقط دارم یه جور میگم نتایج تاریخی چجوری به این نتیجه رسیده. فرض کنیم که یه کسی خیلی بیکار بوده، این نشسته انواع اصلا چیزا رو آزمایش کرده بی رسیده. یه مقدارش هم همینطوری بوده، مردم آزمون رو خطه کردن، ولی حالا ببینیم بعد معنی پیدا میکنیم بسش، یعنی باید تو جلسه آینده صبر کنیم. حالا پس به نظر میاد که ما یه موفقیتی حاصلمون شده، نه به دستمون اومده، و اون این است که یکی از ریشه ها یعنی رادیکال دو رو تونستیم پیدا کنیم. با این حال این خیلی فرمول رضایت بخشی نیست، چون ما حتی در حالت درجه دو هر دو تا ریشه رو به ما میداد وقتی وجود داشت، ولی این فرمول به نظر میاد فقط یه ریشه رو میده. خب حالا اینو چیکارش بکنیم؟
ببینید حالا هر راهی برین، راههای مختلفی مردم آزمایش کردن، همیشه این فرمول به دست اومده. حالا در واقع حالا چیزی که خواهیم فهمید این است که این فرمول همه جوابا رو میده. علتش چیه؟ علتش اینه که ما عادت کردیم فکر کنیم ریشه سوم یه عدد همیشه یه عدده، ولی وقتی دامنه اعداد رو توسعه بدیم خواهیم دید که ریشه سوم یه عدد میتونه سه تا عدد مختلف باشه. مطابق مفهوم عدد رو باید یکم توسعه بدیم. اون وقتی با این توسعه در نظر بگیریم میبینیم که این همه ریشه ها رو میده. مطابق باید این یاد بگیریم چیه. خب ببین داستان اینطوری است که واقعا این آزمایش ها رو کردن، حالا دقیقا ممکن اینطوری نبوده ولی از این آزمایش ها کردن، به این نتیجه رسیدن که یک موجوداتی هست، اگه ما رادیکال منهایی که فرض کنیم وجود داره، به صورت یه عدد مجازی باش کار بکنیم به یه نتایج درستی میرسیم، ولی واقعا معنی و مفهومش چیه نمیدونست کسی. یه چیز دیگه بگم، اینا حتی اعداد منفی رو در اون تاریخ نسبت بهش مشکوک بودن، یعنی حتی واسه اعداد منفی هم یه لغتای ناجوری به کار می‌برد. خود کلمه منفی هم یه جوری بده دیگه، یعنی یه جوری ایجاد، یعنی یه جوری حس می‌کنی یه چیز کمبودی داره، خلاصه به هر حال منفی دیگه. به هر حال این کلمات رو به کار می‌بردن واسه اینا، ولی حالا تدریجا همه این چیزا معنی پیدا کرد. منفی رو زودتر واسش تعبیر پیدا کردن. ما اون یکی گفتم خب این خط راستی که داریم طول‌ها رو اندازه می‌گیریم، از اون طرف اگه توسعه بدیم در جهت معکوس بدیم اونو بهش میگیم منفی. ولی حالا این رادیکال منهای یک و اینا چیه؟ یه ذره طول کشید ولی بالاخره راه‌های پیشنهادهای مختلف بود، بالاخره بهترین راهی که پیدا شده براش الان توضیح میدم و اونی است که به شما از خط راست توسعه بدیم به کل صفحه، نقاط صفحه رو به عنوان عدد در نظر بگیرید، همه این مشکلات حل میشه. حالا اینو میخوام بهش بپردازید. بله نه، حالا این که چه کار بکنی، نه این که چه کار بکنی و این بی‌نظمی که به نظر میاد ناشی از چیه، این روشن میشه. من الان میخوام به طور رسمی یه چیزی به عنوان اعداد مختلف مطرح کنم براتون، یعنی راه حل معنیداری که پیدا شده واسه این مسائل، و بعدا همه این چیزها رو دوباره از نوک تعبیر میکنیم میبینید خیلی روشنه، هیچ ابهامی درش نیست و قشنگ هر سه تا ریشه به دست میاد، هیچ مشکلی. خب بنابراین ما میخوایم الان یه گام بزرگی برداریم. ما از اعداد طبیعی شروع کردیم دفعه پیش، اعداد گویا، اعداد ناگویا، اعداد حقیقی، حالا میخوایم اصلا بریم فرای اینا یه چیز جدیدی مطرح بکنیم به نام اعداد مختلط. و این چجوری؟ هرچند که اینم خب راه‌های پیشنهادی مختلفی بوده، ولی الان دیگه در واقع جا افتاده که بهترین راه واسه مطرح کردنش چیه، راهی که بیشترین روشن‌ترین تعبیر داده و کاملا مشروعیت داره و خیلی کاربرد داره. و اون اینه، ما گفتم اعداد حقیقی رو ما معمولا میومدیم یه محور میکشیدیم، میگفتیم که خب نقاط این محور خط راست رو قرار میدیم در تناظر یک به یک با اعداد، درسته؟ حالا میام کل صفحه رو در نظر میگیریم، کل صفحه رو ما میخوام برای نقاط صفحه، برای دو تا نقطه صفحه من میخوام مجموع حاصل ضرب تعریف بکنم، همینطور که واسه اعداد معمولی مجموع حاصل ضرب داریم، طوری که بشه مثلا یه عدی نقطه صفحه رو برای یه نقطه دیگه تقسیم کرد اگه نقطه دومی صفر نباشه، بشه جمع کرد، ضرب کرد، معکوس کرد، همه این کار رو انجام داد. و اینا میشن اعداد مختلط. و بعدا اگه به صفحه نگاه کنی، محور X میشه همون اعداد حقیقی که میشناختیم تو این صفحه، میشن یه جزئی از کل اعداد مختلف. خب چجوری این کارو میکنیم؟ گفتم اینا چیزایی نیست که یه روزه به دست اومده باشه، بلکه مثلا دو سه قرن طول کشه تا بهترین راه حل پیدا بشه. ولی بنابراین الان اگه بخوایم همه تاریخ رو طی بکنیم وقتش نداریم، ما جوابش رو داریم بهتون میگیم، ولی جوابش خب قابل فهمه، زود میشه فهمید. بعد از اینکه یه چیزی کشف بشه معمولا زیاد مشکل نیست فهمیدش. دو تا نقطه در صفحه در نظر بگیرید، x1y1 و x2y2.
این محور ایکس، این محور وای. چه؟ دیده نمیشه. خب یه راهش اینه که بایی اگه من بخوام خودم محدود کنم فقط به وسط تخته مشکل. یه راهش اینه که واقعا این چیزا گروه های به این کلاس دیگه به دو تا دیده میشه اینجا و چیکار کنم من فقط از این دوتا من دیگه از این اقلا از سه تا بلوک تخته باید استفاده کنم. نه. این فرض کنید محور ایکس اینا واقعا هیچ کدومش هم نیازی نیست شما اصلا بیاین سر کلاس. اولا همه اینا تو کتاب هست، ثانیا گروه های دیگه میتونید برید و این گوشه ها واقعا دید نداره، هر کارش بکنید همینجوری. من توصیه میکنم که یه فکر اساسی تر بود. به این دو تا نقطه در نظر بگیرید. من میخوام برای اینا جمع و ضرب تعریف کنم. خب ایرادی که نداره. این نقطه رو اسمش بذارید نقطه x1 با 1 و بذارید z1. اینو بذارید z2. من میخوام یه چیزی اولا z1 که به علاوه z2 رو تعریف کنم، بعد z1 که ضرب داره z2 رو. یه پیشنهادی است برای تعریف که این پیشنهاد منجر میشه به اینکه ما بتونیم یه جمع و ضرب قشنگ برای نقاط صفحه داشته باشیم که از همه قوانین جبری معمولی متبعیت میکنه. خب چجوری این کار بکنیم؟ جمعش نسبتاً ساده است، هم از نظر جبری هم از نظر هندسی. شما در هم جبر هم فیزیک اینا جمع برداری دیدین؟ دو تا بردار داریم، مثلا از یه نقطه دو تا بردار میاد. وقتی میخواین جمع بکنید چیکار میکنیم؟ این متوازی الاضلاع رو کامل میکنیم، اون رأس بعدی رو میگیریم به عنوان جمع. خب اینجا دقیقا همونه، یعنی شما یه از مبدا مختصات یه خط بکشین به این، به اینم یکی بکشید، حالا بیش خودتون مثل بردار فکر کنید، بعد این متوازی الاضلاع رو کامل کنید. این رأس جدیدی که به دست میاد میگیم مجموع زد یک و زد دو. خب مختصات زد یک و زد دو هم معلومه چی هستند دیگه. شما رأس چهارم اگه بخواید حساب بکنید چجوری مختصات چه حساب میکنید؟ میدونید که مجموع مختصات این دوتا میشه مجموع مختصات اینا، درسته؟ و این هم که صفر و صفره، پس بنابراین اون یکی میشه چی؟ اون یکی میشه ایکس یک به علاوه ایکس دو، این ایکسشه، وایش هم از وای یک به علاوه وای دو، درسته؟ این مجموع، خب مجموع خیلی خواص خوبی داره دیگه. شما اگه جمعه جمع داشته باشید مثلا خواص این، ببینید من گفتم که شرطمون اینه که خواص معمولی جبر همچنان برقرار باشه. ببینید هست یا نه، مثلا آیا زد یک به علاوه زد دو همون زد دو به علاوه زد یک هست یا نیست؟ هستی که شما اینجا جای دو و یک رو عوض کنید، این میشه ایکس دو به علاوه ایکس یک، این میشه وای دو به علاوه با یک، با همونا برابرن دیگه. اگه سه تا چیز داشته باشیم قانون شرکت پذیری رو شنیدین دیگه. بازم ببینید اگه زد یک رو جمع بکنید با مثلا زد دو به علاوه زد سه، مثل اینه که زد یک به علاوه زد دو رو جمع بکنید با زد سه. این هم چون مختصات اولی با هم جمع میشن، مختصات دوم با هم جمع میشن، هیچ فرقی نداره. بعد ببینید واسه جمع تفریق هم داریم، منها داریم یا نداریم. مثلا منهای زد چی میشه؟ اگه زد باشه ایکس با ایکس و وای، منهای زد رو چی باید بگیریم؟ خب منهای چیزی میخوام بگیریم که اگه با این جمع بشه بشه چی؟ صفر.
صفر ما چی باید باشه؟ چه چیزی هستش که با هر چیزی جمع بشه بی اثره؟ مبدأ صفر و صفر. صفر و صفر با هر چیزی جمع بشه میشه. بخواین اول اونو بنویسیم. اول بنویسیم که خب صفر و صفر، این صفر رو میخواین یه زنگوله هم بهش بذارم بشه صفر و صفر. این اون خاصیتی داره که با هر چیزی جمع بشه میشه خود همون دیگه، درسته؟ اول اینجوری بنویسم، بنویسم زد، هر زدی با صفر جمع بشه میشه اینکه صفر با زد جمع بشه میشه خود زد. این عنصر بی اثر جمعه به اصطلاح. بعد منهای زد رو هم بگیرید، طبعا چیزی که مختصات منفی اینو داره، منهای ایکس و منهای وای. بعد زد رو اگه با منهای زد جمع بکنید از هر طرف میشود صفر. خب اول جمع خیلی معقوله. از نظر هندسی منها چی میشه؟ قرینه میشه. این اگر زد باشه، مثلا زد اینجا باشه، شما قرینه این رو نسبت به مبدا بگیرید، این دوتا رو با هم جمع بکنید، ایکساشون منفی همه میشه صفر، وای هاشون هم جمع قرینه همه میشه صفر، درسته؟ این قرینه، این اگه زد باشه این منهای زده. خب این اول جمع که اصلا در واقع چیزی نبود، چون که هیچ کاری نمیکنید شما، فقط دارید اون اولیا رو با خودشون حساب میارید، دومیا رو با خودشون حساب میارید، بنابراین اصلا حرف تازه‌ای توش نیست، ضربه که توش چیز تازه مطرح میشه. اگه قرار بود ضربمون طوری تعریف بکنیم اصلا نکته تازه‌ای نداشت، ولی اون به درد نمیخوره ضربی که اولی رو در اولی ضرب کنید دومی ضرب بکنید، چون که دو تا چیز غیر صفر میتونه در هم ضرب بشه میشه صفر. مثلا اگه یک صفر رو ضرب کنید در صفر یک، اولی رو در هم ضرب کنید میشه صفر، دومی رو در هم ضرب کنید میشه صفر. این دیگه قوانین معمولی جبر برقرار نیست، چون تو قوانین معمولی جبر دو تا چیز غیر صفر در هم ضرب بشن نمیتونن بشن صفر. برای کلید جریان اینه که ضرب مناسبی تعریف بکنید. و از قضا اینجاست دیگه نکته اصلی. و از قضا یه راه خیلی هندسی قشنگ هست واسه تعریف ضرب که در واقع راهگشای کل مسائل. حالا من خب ضرب دو تا عدد مثلا تعریف بکنم در صفحه. تعریف ضرب اینجاست که باید دقت کنید، هرچند که موضوع خیلی ساده است. خب دو تا عدد در نظر بگیم، میگیم از این به بعد هم تو اسم این داره، من عادتا میگم عدد ولی حالا نقاط صفحه هر چی میخواید اسمشو بذارید. دو تا از این موجودات در نظر بگیرید، زد و زد پریم. مثلا زد باشه ایکس وای، زد پریم باشه ایکس پریم وای پریم. من میخوام یه چیزی تعریف بکنم به نام زد زد پریم. حالا من تعریف رو ارائه میکنم براتون، به من نگید که از کجا فکر کردی. یه چیزی نیستش که یه نفر یه دفعه بهش الهام بشه از آسمون، چیزیست که مثلا سالها شاید بیش از دو قرن مثلا کوشش و تعبیرهای مختلف بالاخره منجر شد به این، بنابراین ولی آخرش نتیجه خیلی ساده است. حالا من تا ببینید چجوریه ضرب، چجوری تعریف میشه ضرب. اینجوری تعریف میشه، ببینید هر نقطه‌ای بگیرید غیر از خود مبدا، یه شعاع حاملی هست از مبدا به این. من اول برای خود مبدا در نظر نمیگیرم، از یه جایی میتونیم بیایم به این، درسته؟ یه نیم خطی هست از مبدا میشه به این وسط، واسه این هم همین کارو میکنم. خب بعد میاد زاویه ای که از نیمه مثبت محور ایکس به این نیم خط هست در نظر میگیرن، این مثلا زاویه مربوط به زد، این هم زاویه مربوط به زد پریم. میخواد اسم بدیم به اینا، مثلا اینو بهش به حرف یونانی تتا نشون بدیم، اینو تتا پریم. خب حالا حاصل ضرب چجوری به دست میاد؟
حاصل ضرب اینجوری به دست میاد که میان این دو تا زاویه رو با هم جمع میکنن، نیم خطی رو میکشن که که زاویه تتای علاوه تتا پریم میسازه. پس اگه اینا رو با هم جمع بکنید، یعنی اینو باید مثلا اضافه بکنید به این، فرض کنید اضافه بکنید میاد تا اینجا مثلا، بعد این نیم خط در نظر میگیرن. خب حالا اینجا اگه گچی رنگی داشته باشیم کمک میکنه، نداشته باشیم هم مهم نیست، حالا هست. این زاویه رو من مثلا اینکه این زاویه تتای به علاوه تتا پریم، یه نیم خطی ایجاد میکنن از مبدا که زاویه که میسازه با نیمه مثبت محور ایکس تتای به علاوه تتا پریمه. بعد روی نیم خط چیکار میکنن؟ روی نیم خط میان نقطه ای رو انتخاب میکنن که فاصلش از مبدا به اندازه حاصل ضرب فاصله اون دو تا نقطه قبلی بود. یعنی این طول، این نقطه‌ای که میخواد بشه زد ضرب در زد پریم، این طول میشه حاصل ضرب فاصله زد و فاصله زد پریم از مبدا. خب یه لحظه بهش نگاه کنیم ببینید تعریف حاصل ضرب مشخص شد یا نشد. حالا چند تا مثال می‌نویسم که مشخصه. پس چیکار کردیم؟ اومدیم ضرب رو یه طریقی تعریف کردیم که اول به ذهن نمیاد چرا این کار هست، حالا میخواییم نید چرا کار هست. فاصلش از مبدا به اندازه فاصله زد و زد پریم از مبداه، ولی زاویه‌ای که میسازه با محور نیمه مثبت محور ایکس مجموع زاویه هاییست که زد و زد پریم میسازن با نیمه مثبت محور ایکس. بذارید چند تا عدد ضرب کنیم ببینید چی میشه. مثلا فرض کنید دو تا نقطه بگیریم رو محور X، دو تا نقطه رو محور X بگیریم در هم ضرب کنیم ببینید چی میشه. مثلا X صفر ضرب در X پریم صفر چی میشه؟ اگه دو تا نقطه مون رو بگیریم رو محور X، مثلا این دو تا، در هم ضرب بکنیم چی میشه؟ خب ببینید در واقع چند تا حالت هست دیگه. مثلا این ایکس و ایکس پریم یکیش میتونه مثبت، میتونه دوتاش مثبت باشه، یکیش مثبت باشه، یکیش منفی، دوتاش منفی باشه. چند تا حالت باید در نظر گرفت دیگه، چون زاویه ها فرق میکنه. خب ببینید حالت مختلف رو در نظر بگیریم. مثلا حالت یک، این بعد نیست این کار رو بکنیم چون میخوام بعدا خیالمون راحت بشه که قوانین معمولی حساب به هم نزدیم. حالت یک x و x پریم هر دوتا مثبت باشن، یا بزرگتر یا مساوی صفر باشن. خب اگه هر دوتا مثبت باشن، خب تتا یک و تتا پریم چی میشه؟ اینجا تتا چی میشه؟ تتا چی میشه؟ اگه یه نقطه روی نیمه مثبت محور x باشه صفر، اینجا تتا پریمتون هم چی میشه؟ صفر میشه، درسته؟ خیلی خب پس تتای به علاوه تتا پریم صفره. اگه تتای به علاوه تتا پریم صفر شد، یعنی باید روی نیمه مثبت محور ایکس انتخاب بکنید. خب روی نیمه مثبت محور ایکس بخواید یه نقطه رو انتخاب بکنید که فاصلهش از مبدا باشه به اندازه فاصله ایکس و ایکس پریم، خود میشه ایکس ضرب در ایکس پریم دیگه، درسته؟ پس اینجا میشه چی؟ میشه ایکس صفر ضرب در ایکس پریم صفر میشود x x پریم صفر. خوبه این یه حالت مثل. خب یه حالت دیگه، اینا همه شبیه همه بزنید، ولی یه حالت دیگه شو حداقل چک کنیم. فرض کنید فرض کنید x بزرگتر یا مساوی صفر باشه، x پریم
مثلا کوچکتر صفر، کوچکتر یا مساوی، کوچکتر حالا بگیریم کوچکتر فرقی نداره، اون حالت تساوی. اگه چیز مساوی صفر باشه اصلا ضرب که میشه، اصلا تعریف میکنیم صفر در هر چیزی ضرب بشه بشه صفر، خیال مراد مهم نیست. حالا یه همچین حالتی در نظر بگیرید، اینجا تتامون صفره، تتا پریم چقدره؟ و 180 درجه است دیگه. خب درست، خب ما معمولا هم چیزی با رادیان نشون میدیم، پس این تتا پریم هست پی، درسته؟ پی رادیان. بسیار خب، پس تتا به علاوه تتا پریم چی میشه؟ میشه پی. معنیش چیه از نظر هندسی؟ معنیش اینه که حاصل ضرب اینا باید رو نیمه منفی بیفته، درسته؟ چون به اندازه 180 درجه که به چرخید میفتید روی نیمه منفی. خب اگر روی نیمه منفی افتاد این چی میشه پس؟ با توجه به این که باید نقطه باشه که فاصلهش از مبدأ به اندازه حاصل ضرب فاصله اینا باشه، درست؟ خب فاصله اینا چقدره؟ این ایکس شما باید مثبت باشه، اینجا ایکس پریم باید چی باشه؟ منفی باشه، درسته؟ خیلی خوب، اگه ایکس پریم باید منفی باشه، این نقطه‌ای که به دست میاد اینجا چی باید باشه؟ یه نقطه‌ای میخواید که فاصلهش از مبدأ به اندازه طول ایکس، قدر مطلق ایکس ضرب قدر مطلق ایکس پریم باشه. خب علامتش چی باشه؟ علامتش هم باید منفی باشه، چون باید روی نیم خط پی باشه. خب خود ایکس ایکس پریم میشه، نه؟ چون x ضرب در x پریم دو x و x پریم این یه عدد مثبت بود یه عدد منفی، حاصل ضربش میشه یه عدد منفی. قدر مطلق x ضرب در x پریم چقدره؟ حاصل قدر مطلق x ضرب در قدر مطلق x پریم یعنی میشه علامتش چیه؟ منفیه، چون یکیش مثبت بود یکیش منفی، پس میفته رو نیمه منفی و فاصله‌اش هم مقدار درست. پس بنابراین این دوباره شد همون، یعنی اگه یکیش نیمه مثبت بشه یکیش نیمه منفی، با ضرب که میکنید همون جمله اول این ضرب معمولی، جمله دوم صفر. همینطور حالت 3 و 4 هم که میذارم خودتون نگاه بکنید عیناً همینطوری در میاد. حالت 3 هر دو مثلا یکی برعکس باشه، مثلا x از این ور باشه x پریم از این ور، حالت 4 هر دو تا منفی باشن، باز دو مجددا هر دو این به دست میاد، مجددا میشه x صفر ضرب در x پریم صفر می شود x x پریم و صفر. معنیش یه مقدار امیدوار کننده است، میگه که شما اگه محور x رو همون محور اعداد حقیقی بدونید هیچ چیزی توش متلاطم نشده، همون ضرب همون چیز حاصل ضرب همون ضرب سابقه. پس این نتیجه اخلاقی خوبیه، بذار من این نتیجهش بنویسم اینجا. نتیجهش اینه که اگر محور x رو همون مجموعه اعداد حقیقی بدانیم یا تلقی کنیم، عمل ضرب همون ضرب سابق است. البته عمل جمع هم همینطوره ها، البته همین در مورد جمع هم هست، در مورد جمع اون واضح تره دیگه. در مورد جمع اگه دو تا بردار داشته باشین رو محور x جمع بشینم که بکنین رو همون محور میشه واضح. پس جمع اگه محور x رو همون محور بدونیم هیچ چیزی عوض نمیشه توش، این یه مقدار امیدوار کننده است. حالا بیاید یه مقدار اعداد دیگر رو در نظر بگیریم، بیاید مثلا خب یه دو تا چیز دیگه در نظر بگیریم. بله الان بخوام مثال همون رو بزنم دیگه، مثال چیزایی که رو محور x نباشه، مثلا فرض کنید که بیاید این عدد در نظر بگیرید، اینجا این نقطه 0 و 1 رو در نظر بگیرید،
حالا میگم دیگه به تعدید چند تا مثال میذاریم. حالا بذار چند تا مثال، یکیش مثلا بذاریم روی این محور باشه، مثلا یکیش اینجا بگیریم، مثلا نقطه x و 0 رو بگیرید، اونم 0 و 1 رو بگیرید. این نقطه 0 و 1 نقطه خیلی مهمیه، به این علامت i نشونش میده. خب یه حاصل ضرب x 0 رو با 0 و 1 ببینید چی میشه. خب باید کجا انتخاب بکنیم؟ ببین این نیم خط زاویه چقدره؟ زاویه این صفره، درسته؟ زاویه این چقدره؟ این روی نیمه بالای محور وای رفته، چه زاویه میسازه با نیمه مثبت محور ایکس؟ پی دوم، درسته؟ خب پس تتای به علاوه تتا پریم قطعا باید بشه پی دوم، یعنی حاصل ضرب اینا باید بیفته روی این. ما اینجا داریم ایکس فرض میکنیم مثبت، البته وگرنه میباید پی میگرفتیم. خیلی خب تو فاصله چقدر باید باشه؟ باید به اندازه حاصل ضرب اینا باشه دیگه. فاصله از مبدا باید چی باشه؟ خب این x رو مثبت گرفتیم، این فاصله x، اینم که فاصله 1ه، پس باید بشه x ضرب در 1 باید بشه x، درسته؟ پس بنابراین حاصل ضرب اینا چی میشه؟ میشه نقطه روی نیمه مثبت محور y که فاصله چقدر x، یعنی میشه نقطه 0 و x. درسته؟ حالا یه مثال سوم که از همه جالبتره، بیاید آی ضرب در آی حساب کنیم. خب بیا آی ضرب در آی پیدا کنیم ببینیم چی میشه. چیه؟ خب آی زاویهش چقدر؟ پی دومه دیگه، درسته؟ اینم چقدر؟ اینم پی دومه. پس مجموع زاویه ها چقدر میشه؟ میشه پی. پس حاصل ضرب اینا میشه حقیقی، منتها حقیقی منفی میشه، چون پیه باید بیفته روی نیمه منفی محور ایکس، درسته؟ خب فاصله از مبدا چقدره؟ چیه؟ تو بعضی رشته ها به جای آی جیه به کار میبرن، مثلا تو برق، ولی چیز معمولش آیه. ها؟ نه این صفر و یک نماد معمولیش آیه، جز در بعضی رشته ها که جیه به کار میبرن، به دلیل اینکه آیه واسه اینداکتنس به کار میبرن، ولی معمولا آیه. خب حالا ببینید چیز این عرضم به حضورتون که حالا این پس حاصل ضرب چی میشه؟ فاصله از مبدا چقدر باید باشه؟ فاصله از مبدا هم باید باشه یک، چون که نقطه صفره که از مبدا فاصله یک زد، یک ضرب در یک هم میشه یک. خب میشه، پس میشه نقطه روی نیمه منفی محور ایکس که چیه؟ که فاصله از مبدا یکه. کدوم نقطه است؟ منفی یک و صفر. خب حالا این یه چیزی به ما میگه، من یادتون باشه نقاط محور ایکس همون اعداد حقیقی معمولی هم، منفی یک و صفر همون منهای یک خودمونه دیگه، درسته؟ پس ما یه عددی پیدا کردیم در صفحه که در خودش ضرب بشه میشه منهای یک. پس یه جوری انگار ریشه جذر منهای یک رو پیدا کردیم، پس آی جذر منهای یک در واقع. نه؟ انگار میشه به رادیکال منهای یک معنی نسبت داد. بله
چیه؟ کاملا همینطوره، کاملا قراردادی همش 100%. بقیه چیزم قراردادی بود، مگه غیر این بود؟ اصلا ما گفتیم که اصلا کم پیوسته خودش یه قرارداده، هیچ دلیل، نه دلیل فلسفی داریم نه دلیل فیزیکی که اصلا کم پیوسته وجود داره. بالاخره یه ابزار ریاضی بود که کارساز بود، به دردمون خورد، ما ساختیمش. حالا اینم همینجوری داریم میسازیم، ببینیم به کجا میرسیم. بعد خب ما یه کاندیدا پیدا کردیم واسه جذر منهای یک. البته فقط اینم نیست، اگه منفی اینم در نظر بگیرین همین خاصیت داره. منهای آی رو هم در نظر بگیرید، ضرب بکنید در منهای آی، یعنی ضرب نقطه صفر منهای یک در صفر منهای یک. خب ببینید این صفر منهای یک زاویهش چیه؟ سپی دوم. اینم زاویهش سپی دومه. جمع بشه با هم میشه سپی. خب سپی کجاست؟ سپی همون پیه دیگه، یه دو پی بی که دورین، یه دوری کامل زدین یه پی دیگه هم بری، دوباره میفته رو نیمه منفی، درسته؟ فاصلهش از مبدا باید چقدر باشه؟ حاصل ضرب فاصله اینا که یکه، دو تا یک ضرب هم میشه یک. پس دوباره این میشه چی؟ دوباره این میشه منهای یک و صفر. یا اگه بخوام مرتب باشیم بذار از اون ور بنویسم، این میشه منهای یک و صفر. پس ما در واقع دو تا جذر پیدا کردیم برای منهای یک انگار، یکیش آی، یکی منهای آی. حالا خواهیم دید که جز اینا هم جذر دیگری نداره. خب ببین الان شما واقعا هر دو تا نقطه به شما بدن میتونید ضربش رو پیدا کنید دیگه، اون خطا رو میکشید، زاویه رو جمع میکنید، به اندازه حاصل ضرب فاصله هم میرین جلو. خب الان مشخصه که مثلا الان دیگه قوانینش میشه نوشت، قوانین ضرب هم بنویسیم. خب اینجا یه ذره اولا یه چیزای خیلی ساده است، یه چیزایی یه ذره باید فکر کردم. مثلا نگاه کنید ترتیبش فرقی نداره، زد ضرب در زد پریم همون زد پریم ضرب در زد میشه. چرا؟ چون که شما دارین دو تا زاویه رو که جمع میکنین، چه به این ترتیب جمع کنین چه به ترتیب دیگه، طولا رو هم که دارین در هم ضرب میکنین فرقی نداره. همینطور قانون شرکت پذیری هم برقراره. اینا همش ساده است. بذارید چند تا چیز دیگه بنویسیم. مثلا ما عدد یک واسه ما یه جور حالت خونسا داره در عمل ضرب دیگه، یک در هر چیزی ضرب بشه میشه. آیا اینجا چیز کاندیدایی دارین برای یک؟ همون یک صفر، همون یک سابق خوشبختانه این خاصیت داره. ببینید یک صفر رو اگر در هر چیزی ضرب بکنید، یا هم بگیم مثلا زد، در هر زدی ضرب بکنید میشه خود زد. چرا؟ چون که ببینید زاویه مربوط به این چقدره؟ زاویه مربوط به این صفره، بنابراین با زاویه این که جمع بشه اثری نمیذاره رو زاویه. فاصلهش از مبدا چقدر؟ یکه. ضرب بشه در فاصله این از مبدا عوض نمیشه، بنابراین خود زد میمونه، درسته؟ پس یک سابق ما که الان به شکل یک صفر ظاهر میشه یک این دستگاه جدید هم هست. البته صفر اگه ضرب بشه در یه چیزی چی میشه؟
چرا صفر ضرب بشه در هر چیزی میشه؟ صفر اصلا چیه؟ صفر ما قبلا دیدیم صفر و صفره که با هر چیزی جمع میشد. درسته؟ اگر صفر ضرب بشه در یه چیزی چی میشه؟ میشه صفر. چرا میشه صفر؟ فاصله از مبدا، فاصله صفر از مبدا صفر. ضرب بشه در هر فاصله دیگری میشه صفر. تنها چیزی که فاصله از مبدا صفر خود مبدا. پس صفر هم شبیه، اصلا اینجا برای صفر زاویه مطرح نیست، چون هیچ زاویه، همه زوایا عینا مثل. خب حالا چه خاصیت دیگه داریم ما؟ ما در مورد جمع تفریق هم داشتیم، منها هم داشتیم. در مورد ضرب معکوس داریم یا نداریم؟ این یک کمی جالب تره. یعنی من یه زدی دارم، میخوام بپرسم آیا عددی زد پریم هست که زد ضرب در زد پریم بشه یک؟ اینه دیگه، یک ما یک صفر بود. ما میخوام ببینیم که معکوس ضربی وجود داره یا نه. برای اعداد حقیقی که وجود داره جز صفر، صفر معکوس نداره، یه چیزی تقسیم بر صفر معنی نداره، ولی هر چیز دیگه داره. در اینجا چی؟ خب ببینید، باید هندسی بهش نگاه بکنید فوری میفهمید. بذارید اینجا یه شکل، یه زد بگیرید. خب اینم فرض کنید نقطه یک صفر. بذاری کم فاصلش غیر متقارن تر بگیرم، مثلا این زد رو بگیرم اینجا. دنبال یه زد پریمی میگردم که در ضرب در زد بشه بشه یک صفر. خب نسخم چیه؟ نسخه ما این است که زاویه ها رو باید جمع کنیم دیگه. این اگه زاویه تتا باشه، اون زاویه دیگه باید یه زاویه یک زدم یا اون معکوسه باید طوری باشه که با تتا جمع بشه بشه چی؟ مثلا بشه صفر. نیمه مثبت محور ایکس باید بیفته دیگه. خب پس باید اون رو روی نیم خط منهای تتا بگیرم. روی نیم خط منهای تتا اگه وجود داشته باشه باید روی این نیم خط باشه. درسته؟ این منهای تتاست. خب حالا روی این نیم خط آیا یه نقطه‌ای هست که حاصل ضرب فاصله از مبدا، ضرب در حاصل ضرب فاصله زد از مبدا بشه یک؟ معکوس اون فاصله رو بگیرید. خب البته به شرطی که اون نقطه زد ما مبدا نباشه. اگه مبدا باشه در هیچ عددی نمیتونه ضرب بشه بشه یک. پس اگر زد مخالف صفر باشه، اگر زد خود مبدا نباشه، نقطه منحصر به فردی وجود دارد مثلا زد پریم، که زد ضرب در زد پریم میشه چی؟ یک صفر. درسته؟ و جاش هم پیدا کردیم. شما نگاه میکنیم میلی این فاصله چقدره؟ مثلا این فاصله اگه باشه 12، میای فاصله 1/12 میگیری روی این نقطه زد پریمت میشه، که این فاصله ضرب در این فاصله بشه یک. درسته؟ پس معکوس هم هست. خب خیلی خوب شد دیگه همه چیز. پس هر عددی، پس اینجا جواب این سوال اینه که جواب مثبت برای هرگاه زد صفر نباشه، جواب مثبت. خب ببین وضعیت خوبه، هم قوانین ضربمون سازگاره، هم قوانین جمعمون. برای صفر و یک هم تعبیر پیدا کردیم. گاهی وقتا ما اصلا اینو خلاصش میکنیم به یک، چون این خاصیت یک رو داره. ولی حالا ببینید ضرب و جمع هم با هم یه ارتباط هایی دارن، که یه چیزی از اون قانون پخشی که ساده
اینجا اونم برقراره، اینم میتونیم چک کنیم. و اون اینه که اگه دو سه تا عدد داشته باشیم، زد ضرب در زد پریم به علاوه زد زگون، واقعا میشه زد زد پریم به علاوه زد زد زگون. از اون برم همینطور، چون جا به جا میشه ضرب، اینه بهش میگه قانون پخشی، اینم برقراره. بنابراین وضعیت خیلی خوبه. اینه ببینید چی به دست آوردیم. ما آمدیم این محور ایکس رو گرفتیم، گفتیم این اعداد حقیق، بعد گفتیم خب این محور ایکس نشسته تو صفحه، ما به همه نقاط صفحه هم میخوام یه مقام عددی نسبت بدیم. چجوری مقام عددی نسبت میدیم؟ با این جمع و ضربی که تعریف کردیم. و چیزی که مهمه اینه که این وضعیت محور x به هم نخورده. با این ضرب و جمع جدیدی که دادیم، اعداد روی محور x دقیقا وقتی در هم جمع و ضرب میشن همون چیزای سابق رو دست میدن. بنابراین این واقعا توسعه مفهوم عدده، یه چیز جدید نیست، همون چیزای قبلیه، منتها توسعه داده. و یکی از زیبایی های این جریان اینه که ما یه عددی پیدا کردیم، این نقطه i که در خودش ضرب بشه میشه منهای یک. خب این جای امیدواری است دیگه. به هر حال حالا ما آیا میتونیم کل اون فرم، حالا ما بعدم برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که هر عدد مختلفی بگیریم میبینیم که مثلا این تا ریشه انوم داره، یعنی اوضاع خیلی منظمتر از عدد حقیقی. عدد حقیقی یه بدی داشتن، مثلا شما یه عدد میگرفتید دو تا جذر داشت اگه مثبت بود، هیچ جذر نداشت اگه منفی بود. در مورد اعداد مختلف نه، اینا همیشه دو تا جذر دارن، منتها گاهی وقتا این دو تا به هم منطبق میشه. حالا در مورد صفر، غیر از صفر هر چیز دیگه دو تا جذر متمایز داره. بعد کعب چی؟ ریشه سوم چی؟ ریشه سوم باز همینجوری میشه. ریشه سوم اینطوری میشه که هر عددی در نظر بگیری دقیقاً سه تا ریشه سوم متمایز داره جز صفر، که فقط خودش. مثلا یک خواهیم دید که سه تا ریشه، فقط یک نیست که بتواند سه برسه میشه یک، دو تا چیز دیگه هم هست. بذاریم مثلا همین رو نگاه کنیم، اینجا رو شکل ببینیم. بیایم فرض کنیم من میخوام ریشه های سوم یک رو پیدا کنم، کجا بکشم؟ اینجا خوبه؟ این در واقع پیش درآمدیست مثل صحبت هایی که دفعه آینده میخوام بکنیم. سوال، ریشه های سوم یک را در صفحه مختلط پیدا کن. خب یک که ما میگیم در واقع یک همون یک صفر دیگه، این نقطه. یه لحظه بذار من چیز بگم بعد سوال. ببینید من دنبال اعدادی میگردم که اگه در خودشون ضرب بشن سه دفعه بشن یک. حالا سوال داشت آره نکردم، یکم طولانی. حالا من چیزای این تعبیر جبری که بکنم، جبریش خیلی ساده تر راستره، هندسیش هم جالبه چون که به حسب چیزای برداری خیلی قشنگ میشه ثابتش کرد، ولی تو خوبه نگاه بکنی خودتون بشه. ولی درست آره، حالا اینا رو دقیقا میگیم چرا. حالا بذار من به عنوان نمونه واسه تو ریشه های سوم یک رو پیدا کنم. به نظر نمیاد چیزی جز خود یک باشه، ولی حالا ببینی هست. ببینی دنبال یه چیزی میگریم که در خودش سه دفعه ضرب بشه بشه یک صفر. دقیقا، حالا یه نفر پیشنهاد خوبی داد که کاملا درسته. ببینی چه جبری هم میشه حل کرد، ولی حالا ما الان هندسی داریم. ببینید من دنبال یه چیز، وقتی که دو تا عدد در هم ضرب میکنیم زاویه ها جمع میشد دیگه، درسته؟ خب وقتی یه عدد سه دفعه در خودش ضرب میکنیم اون زاویه چی میشه؟ سه برابر باید بشه. خب یه نقطه میخوایم پیدا کنیم که این زاویهش با محور x سه برابر بشه، برگرده رو نیمه مثبت محور x. خیلی خب، پیشنهادی که کردن خیلی خوب بود.
گفتن شما دو پی یه دور کامل دیگه، درسته؟ شما بیاید این زاویه کامل رو سه قسمت کنید. اینجا 120 درجه بیاید اینجا، 240 درجه هم بیاید اینجا. خب این 120 درجه است، یعنی چقدر؟ دو پی سوم. این یکی چقدر؟ 4π². درسته؟ خب شما این دوتا نقطه رو نگاه، اینم دایره واحد، این طولش یک، فاصله از مبدا یک، این دایره واحد. ببینید اولا یه نکته توجه کنید، اگه یه عددی در خودش سه بار ضرب بشه بشه یک، حتما فاصلهش از مبدا باید باشه یک، چون که حاصل ضرب رو چجوری پیدا میکردیم؟ فاصله ها از مبدا در هم ضرب میکردیم، پس این عدد باید به توان سه برسه بشه یک. کدوم عدد مثبتی هستش که سه بار به توان سه برسه میشه یک؟ فقط یک. بنابراین مسلما باید رو دایره واحد باشه اگر ریشه سومی داشته باشه. در مورد زاویه چی؟ زاویه باید طوری باشه که سه بار با خودش جمع بشه بشه صفر یا دو پی یا چهار پی یا شش پی، یعنی مضرب زوج پی، چون بیاد بیفته روی نیمه مثبت محور x. بنابراین تنها چیزی که میتونه باشه 2π³ و 4π³. بعد 6π³ که خود 2π میشه، یعنی میشه 0. دوباره 8π³ میشه 2π³. دوباره تکرار. فقط این دو تا، فقط این سه تا نقطه هست. خب یکیش نقطه 1 0ه. این نقطه چقدره؟ خب این نقطه 120 درجه است. پس xش میشه کوسینوس 120 درجه. وایش میشه سینوس 120 درجه. یعنی میشه چی؟ یعنی میشه دقیقا نقطه منهای 1/2 و رادیکال 3/2. چون که کوسینوس 120 درجه هست، یک منهای 1/2، سینوسش هست رادیکال 3/2. این نقطه چیه؟ این نقطه هست منهای 1/2 و منهای رادیکال 3/2. حالا اینا رو ضرب کنی، هر کدوم این سه تا عدد، هم نقطه 1 0، هم نقطه منهای 1/2 رادیکال 3/2، هم نقطه منهای 1/2 منهای رادیکال 3/2، هر کدوم اینا رو در خودش سه دفعه ضرب بکنیم میشه 1 0. سه تا ریشه پیدا کردیم برای یک، سه تا ریشه سوم برای یک. جالبه دیگه. حالا هر جذر هم بخواد بگیرید همینطور. ببین هر عددی بگیرید شما، دو تا جذر داره غیر صفر که فقط یه جذر داره. ببین من اگه بخوام جذر یه عدد رو پیدا کنم، این یه عدد بخوام جذرش رو پیدا کنم، یه زاویه، اولا معلومه که فاصله از مبدا باید جذر فاصله این از مبدا باشه. مثلا اگه طول این باشه، فرض کنید طول این باشه L، فاصله از مبدا. خب جذر این باید کجا قرار بگیره اگر وجود داشته باشه؟ باید روی دایره باشه که شعاعش رادیکال ال دیگه، چون باید فاصله ها در هم ضرب بشه، رادیکال ال در رادیکال ال میشه ال، درسته؟ پس ما میام یه دایره به شعاع رادیکال ال در نظر میگیریم، مثلا فرض کنید این شعاعش از رادیکال ال. خب روی این باید چی پیدا کنیم؟ اگر نقطه باشه که جذر این باشه، باید زاویهش طوری باشه که با خودش جمع بشه بشه زاویه این، درسته؟ زاویه این اگه تتا باشه، چه زاویه ای بگیریم که با خودش جمع بشه بشه تتا؟ یکیش که تتا دومه. به این زاویه رو نصف کنین، اینا میاد اینجا، این یه جذر. جذر دیگه کجاست؟ درست نقطه روبروشه. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه این هست تتا دوم به علاوه پی، دو برابر که بشه پی به علاوه دو پی میشه دو پی، میشه دوباره تتا. هیچ چیز دیگه هم نیست که با خودش جمع بشه بشه تتا. بنابراین هر نقطه بگیریم دو تا جذر داره، البته مبدا خودش فقط صفر است. خب به نظر میاد یه نظم بهتری از اعداد حقیقی اینجا برقراره. زوج و فرد نباید بکنیم، بگیم زوج ها مثلا ممکن ریشه نداشته باشن، فرد دارن، فلان تعدادش یکی میشه، به تعداد توانه در واقع.
خب من فقط دیگه ما اینو دفعه دیگه خیلی مبسوط‌تر اینو تعبیر جبریش هم میدیم و اینطور، فقط یه دو تا علامت من بگم. اینجا چیز نماد چیز خاصی هم نیست. یکی این که یکی مفهوم قدر مطلقه. قدر مطلق یه عدد که می‌نویسن یعنی فاصله از مبدا. این عدد حقیقی، عدد حقیقی هم یه عدد مطلق یه عدد منفی فاصله از مبدا دیگه. این یعنی فاصله از مبدا. این یکی. یه مفهوم دیگه هم هست میگن مزدوج. مزدوج زد که به این علامت نشون میدن زد می‌نویسن یه خط روش می‌ذارن به این ترتیبه. اگر زد باشه نقطه ایکس و وای، یه قرینش نسبت به محور ایکس که هست ایکس منهای وای. مزدوج یعنی قرینه نسبت به محور ایکس. آره دیگه، این مثلا زد باشه این میشه مزدوج زد. خب حالا به من بگیم مثلا زد ضرب در زد بار چی، زد مزدوج چی میشه؟ خب آره چی میشه؟ اگر زاویه یکیش تتا باشه زاویه اون باید منهای تتا باشه، بعد در هم که ضرب بشن باید بیفته رو نیمه مثبت محور ایکس، پس باید بشه یه عدد مثبت. چقدر میشه فاصلهش از مبدا؟ مجذور فاصله، چون زد و زد بار فاصلهشون از مبدا یکیه، بنابراین میشه مجذور فاصله. پس این میشه این. این یه تساویه که برقراره. چیزهای دیگه هم هست. ببینید این من دیگه واقعا نمیخوام تخته رو پر بکنم. شما با به کتابت نگاه بکنید میبینید که یه سری خواص هست. مثلا اگه دو تا عدد رو با هم جمع کنید مزدوج کنید میشه مجموع مزدوج ها. اگر ضرب کنید و بعدن مزدوج کنید میشه حاصل ضرب مزدوج ها. اینا همه خیلی سرراست از تعریف نتیجه میشه. بعد مثلا معکوس یک چیز رو میشه به حالت مزدوج نوشت. شو یادتون باشه معکوسی که پیدا کردیم چیکار کردیم؟ اومدیم زاویه منفی گرفتیم، پس رو همون نیم خطی که مزدوج هست، درسته؟ خب با توجه به این که زد ضرب در این میشه این، معکوس زد رو میشه این شکلی نشون داد. معکوس زد رو میشه نشون داد اگر زد مثلا داشته زد رو داشته باشیم، معکوس زد همون زاویه ای رو داره که مزدوج داره، منتها فاصلش از مبدا فرق میکنه. چقدر فرق میکنه؟ باید طوری باشه که چی بشه؟ خب با توجه به این که این ضرب در این میشد این، شما یه چیزی میخواین که در این بشه، بشه چی؟ یک. پس در چی اینو چی بگیری؟ بگیری یک تقسیم بر معکوس، درسته؟ ضرب در چی؟ مزدوج. اینو به چه مفهومی میگیریم؟ به این مفهوم میگیریم که هر دو تا مؤلفه اینو ضرب میکنیم در این عدد. یعنی در واقع این یعنی x تقسیم بر قدر مطلق زد به توان دو، بعد y این که از منهای y تقسیم بر قدر مطلق زد به توان دو. پس این فرمول هم برای وارون داریم. خیلی خوب. البته یه چیز دیگه داریم که یه ذره جالبه، این آخریشه دیگه، منتها اینو میذارم دفعه دیگه میگم. این هندسی تره و اون اینه که این بهش میگن نامساوی مثلث.
این میگه قدر مطلق مجموع کوچکتر یا مساوی مجموع قدر مطلق. مشابهش توی چیزام داشتین، توی هندس، توی حساب معمولی هم داشتین. منتها اینجا یه ذره جالب‌تره، چون اونجا همه روی یه خط میافتادن، اینجا هم روی یه خط نمیافتن، ولی محتواش میشه همون چیزی که تو هندسه بهش میگفتن قضیه همار یا هر چیز دیگه. چون که اگه دو تا نقطه داشته باشین زد و زد پریم، فاصله زد از مبدأ اینه، فاصله زد پریم از مبدأ اینه، زد به علاوه زد پریم باید قطر این متوازی الاضلاع رو در نظر بگیری. در این مثلث این داره میگه این یکی از اضلاع کوچکتر یا مساوی مجموع دو تا ضلع دیگه است، درسته؟ چون زد به علاوه زد پریم اون قطر متوازی الاضلاع است. پس اینم تعبیرش روشنه. خیلی خب، حالا ما همین بحثی، من دفعه آینده این جبریش هم میکنم دیگه، کاملا خیلیتون راحت باشه.